سلام من محمد حسین عباسپور هستم با میکروبیولوژی پایه در خدمتتون هستم این مجموعه آموزشی برای فرادرس ضبط میشه درس اول میکروبیولوژی در نگاه تاریخی یا تاریخ میکروبیولوژی هست همونطوری که مستحضر هستید آینده هر علمی ریشه در گذشته هاش داره میکروبیولوژی هم مثل همه علوم دیگه تا قرن 19 نتونست به صورت سیستماتیک رشد کنه چرا که ابزار نبود ولی درسته که ابزار نبود اما کنجکاوی ها و سوالاتی بود که کمک شایانی کرد که میکروبیولوژی بالنده بشه و خودش رو به عنوان یک علم مستقل مطرح بکنه توی این فصل ما ابتدا خواهیم در مورد افراد صحبت کنیم افرادی که تاثیر بسزایی توی تاریخ میکروبیولوژی داشتن با کارهای کوچیک و بزرگ خودشون اولین انسانی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم آقای رابرت هوک رابرت هوک یک تاریخدان علوم طبیعی ریاضیدان و یک علاقمند به مشاهدات میکروسکوپی بود که اهل بریتانیا بود. هوک اولین کتاب تاریخ رو منتشر کرد که توش تصویرهایی رو میشد مشاهده کرد که دیده های میکروسکوپی خودش رو نشون میداد. و اسمش رو گذاشت میکروگرافیا و بیشتر از هر چیزی توی این کتاب به توصیف کپک ها پرداخت. این جلد کتاب آقای رابرت هوک. هوک در واقع این تصویر رو بعد از اینکه کپک آبی رو که از چرم در حال فساد جدا کرده بود مشاهده کرد، کشید و توی کتاب خودش منتشر کرد. فرد دیگه ای که خیلی موثر بوده در تاریخ میکروبیولوژی و اسمش توی همه کتاب های میکروبیولوژی هست آقای آنتونی وان لیون هوک است. آقای وان لیون هوک پارچه فروش هلندی بود که به صورت آماتور و به خاطر علاقه های شخصیش موجودات میکروسکوپی رو هم تماشا میکرد و برای این کار یه میکروسکوپ خیلی ساده ای ساخته بود که توی تصویر واضح هستش که این میکروسکوپ فقط یه دونه لنز داشت و به کمک همین میکروسکوپ ساده آقای وان لیون هوک اولین آدمی شد که تونست باکتری ها رو در سال 1676 مشاهده کنه. ولی وقتی که داشت مخلوط آب و فلفل و زیر میکروسکوپش نگاه میکرد برای اولین بار با باکتری ها مواجه شد و بعد این تصاویری که توی سلاید واضح هست رو کشید و فرستاد برای رویال سوسایتی آف لندن که تو سال 1684 هم منتشر شد. ایشون آقای والیون هوک هستن با اون میکروسکوپ معروفش که هنوز هم توی موزه نگهداری میشه. فردیناند کوهن فرد دیگه بود که خیلی موثر بود توی تاریخ میکروبیولوژی که در واقع یک گیاهشناس بود تبار آلمانی لهستانی داشت و هم بود با لوی پاستور علاقه زیادی داشت به مشاهده موجودات میکروسکوپی و به خاطر همین شد یکی از تاثیرگذارترین افراد تاریخ میکروبیولوژی ایشون آقای فردیناند کوهن هستند که علاقه اصلیشون باکتری های مقاوم به گرما بود و همین باعث شد که یک کشف بسیار مهم اتفاق بیفته و اون هم باکتری های مولد اندوسپوره که ما راجع به اندوسپور در ادامه صحبت خواهیم کرد. چیزهای دیگه که کهن بهش پی برد، چرخه تبدیل باسیلوس از فرم رویشی به فرم اندوسپور و برعکس و همچنین نشون داد که گرما میتونه سلول های رویشی رو بکشه ولی اگر سلولی بتونه اندوسپور تولید کنه گرما نمیتونه به اندوسپور آسیبی برسونه. کار بسیار مهم دیگه ای که آقای کوهن انجام داد این بود که روش های موثری رو ابداع کرد برای اینکه محیط های کشت باکتریایی آلوده نشند مثلا استفاده از پنبه که به نظر خیلی ساده میرسه تکنیکی بود که ایشون ابداع کرد گسترش داد و امروز هنوز استفاده میشه و خیلی مهمه و بعدها آقای کوخ هم از این تکنیک ها استفاده کرد اما بعد از همه اینها میرسیم به یک دوره مهم توی میکروبیولوژی و اون هم دوره لوئیس پاستور لوئیس پاستور یک فارغ تحصیل رشته شیمی بود که تمرین دیده بود که یک شیمیدان بشه لوئیس پاستور متوجه شد که آسپرژیروس میتونه دی تارتاریک اسید رو متابولیزه کنه ولی نمیتونه ال تارتاریک اسید رو متابولیزه کنه این باعث شد که یک چراغ توی ذهنش روشن بشه و فکر کنه که شاید میکروارگانیسم‌ها ها توی فرایندهای شیمیایی نقش دارن و این فرایندها صرفا شیمیایی نیستن و ممکنه که فرایندها زیستی باشن در زمان پاستور اواسط قرن 19 تصور میشد که تخمیر الکلی و فرآورده های الکلی یک فرآیندی که صرفا شیمیاییه و میدیدند که مخمر توش تولید میشه یعنی یک سری ذرات بزرگ توش تولید میشه ولی فکر میکنن که مخمرها در واقع یک نوع ماده شیمیایی و یک نوع فرآورده اضافی هستند که حین تخمیر الکلی تولید میشن پاستور یه سری آزمایش ساده ولی خلاقانه طراحی کرد که نشون داد که این میکروارگانیسم ها و مخمرها هستند که اصلا تخمیر الکلی را انجام میدن و بخش اصلی تخمیر الکلی هستن نکته دیگه ای که پاستور خیلی روش کار کرد و اثر عمیق روش گذاشت تزاید خود به خودی بود تزاید خود به خودی در واقع یک باور قدیمیه که میگه اگر مقدار غذا یا هر چیز فاسد شدنی دیگه ای رو برای مدتی رها کنیم فاسد میشه و بعد اگر این غذای فاسد شده رو به صورت میکروسکوپی مورد بررسی قرار بدیم نشون میده که توی اون پر از میکروارگانیسمه تزاید خود به خودی یا اسپانتانوس جنریشن اینجوری توجیه میکنه که این میکروارگانیسم ها به صورت خود به خودی از مواد غیر زنده تولید میشن یا اینکه میگن که منشأ میکروارگانیسم ها و از هوا وارد میشن اما واقعا کدام ایده درسته و چه چیزی درسته؟ پاستور بعض اینکه تارتاریک اسید رو مطالعه کرد و به سری ایده های رسید یکی از مخالفان بزرگ تزاید خود به خودی شد که اون موقعی که از بزرگترین اصول علم بود پاستور میگفت که میکروارگانیسم‌هایی هایی که از راه هوا وارد غذا میشن یا میکروارگانیسم‌هایی هایی که از قبل توی غذا هستن باعث فساد توی غذا میشن و میکروارگانیسم نمیتونه از غذا به وجود بیاد موجود زنده نمیتونه از یک چیز غیر زنده به وجود بیاد و اینجوری توجیه میکرد که اگر ماده غذایی رو استریل بکنیم و بعد توی شرایط استریل نگهداریش هم بکنیم یعنی ماده غذایی رو با گرما سیر کنیم و درش رو محکم و خوب ببندیم و همونجوری در شرایط استریل نگهداریش بکنیم دیگه فاسد نمیشه پاستور این کارو کرد ماده غذایی رو استری کرد و درشو بست و دید که فاسد نشد اما طرفداران تزاید خود به خودی یک ادعایی مطرح کردند و کار پاستور رو رد کرد و گفتن که وجود هوا برای تزاید خود به خودی لازمه و شما با بستن در به ظرف اجازه نمیدید که هوا برسه و تزاید خود به خودی انجام نمیشه بنابراین پاستور برای اینکه رو رد کنه یه راه حل ساده ارائه کرد و اومد یه سری فلاسک های گردن که بعدا به فلاسک پاستور معروف شدند طراحی کرد یه سری ویژگی خاص دارن این فلاسک میتونیم مواد غذایی توی این فلاسک ها بریزیم و حرارت بدیم و استیر کنیم و هوا هم میتونه بهش وارد بشه ولی به خاطر اون انحنایی که توی گردن این فلاسک ها وجود داره ذره های مثل میکروارگانیسم‌ها ها وارد فلاسک بشن گیر و فقط هوا وارد میشه بنابراین با ابداع این فلاسک ها اگر غذا رو توش یه ماده غذایی رو توش استریل کنیم هوا هم میتونه وارد بشه ولی میکروارگانیسم ها نمیتونن وارد بشن آزمایشی که پاستور طراحی کرد به این صورت بود که مواد غذایی رو ریخت توی این فلاسک ها و در فلاسکو گذاشت و شروع کرد اون گردن فلاسکو استریل کرد و خود ماده غذایی رو هم استریل کرد و بعد دو تا آزمایش طراحی کرد در یکی از این آزمایش ها فلاسکو صاف گذاشت اینجا میبینید که میکروارگانیسم‌ها وارد میشند هوا هم وارد میشه ولی میکروارگانیسم‌ها اینجا دیگه گیر میافتند. و گذشت زمان بگذره و مشاهده شد که ماده غذایی فاسد نمیشه. توی آزمایش دیگه فلاسکو کچ کرد که این ماده غذایی وارد بخش گردن فلاسک هم بشه و بعد میکروارگانیسم ها تونستن تماس برقرار کنن با ماده غذایی و بنابراین ماده غذایی دوچار فساد شد بنابراین پاستور توجیه کرد که حتی هوا هم عامل تزاید خود به خودی نیست و اگه میکروارگانیسم ها از ماده غذایی حذف بشن و راهی برای ورود میکروارگانیسم ها به ماده غذایی وجود نداشته باشه تزاید خود به خودی اتفاق نمیفته و برای همیشه خط بطرانی کشید بر تزاید خود به خودی ابداعاتی که پاستور در زمینه رد تزاید خود به خودی داشت یه سری استاندارت های توی استلیزاسیون ایجاد کرد که هنوز هم تو میکروبیولوژی پایه میکروبیولوژی کاربردی پزشکی و میکروبیولوژی مواد غذایی مورد استفاده است اما این تنها دستاورد های لوئیس پاستور نبود لوئیس پاستور واکسن وبای تویور رو هم کشف کرد واکسن سیاه زخم رو هم کشف کرد و واکسن هاری رو هم کشف کرد در واقع واکسن هاری دستاورد خیلی مهمی بود و جوزف میستر یه پسر نه ساله بود که اولین کسی بود که در سال 1885 میلادی واکسن هاری رو دریافت کرد و درمان شد که اون موقع هاری خیلی بیماری مهمی بود و کشف این واکسن بود که بعد از اون همه ابداعات تونست پاستور رو به یک دانشمند افسانه ای تبدیل کنه و یه شهرت خیلی خیلی زیادی براش به همراه داشت واکسن هاری باعث شد که افراد زیادی زنده بمونن و به خاطر هاری از بین نرن و دولت فرانسه بعد از همین کشف در سال 1888 انسو پاستور رو توی پاریس راه اندازی کرد که امروز هم یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی میکروبیولوژی توی جهان بعد از دوره لوئیس پاستور میرسیم به آقای رابرت کوخ و نظریه میکروبی بیماری ها و اصول کوخ رابرت کوخ هم به اندازه پاستور توی تاریخ میکروبیولوژی مهم بوده اول یه صحبتی راجع به بیماری های عفونی بکنیم این ایده حتی توی قرن 16 هم, هم وجود داشت که عوامل ایجاد کننده بیماری میتونن از یک فرد که بیمار هست برن به فرد سالم منتقل بشن بعد از اینکه میکروارگانیسم‌ها کشف شدند، خیلی ها باور داشتند که همین میکروارگانیسم‌ها هستند که عامل بیماری‌های واگیردار هستند. اما دلیل کافی برای اثبات این ادعا وجود نداشت. تلاش هایی که شد برای ابداع تکنیک های استریلیزاسیون به صورت غیر مستقیم این ادعا رو ثابت می کرد. مثلا تکنیک های ضد عفونی یا تکنیک های اسپتیک در هنگام جراحی که جوزف لیستر کشف کرد این ادعا رو به صورت غیر مستقیم ثابت میکرد چون که کاری که لستر کرد این بود که اومد از دستکش استفاده کرد توی جراحی و دید که میزان مرگ خیلی اومد پایین بنابراین یک سری چیزها از دست آلوده منتقل نمیشدن به بیمارها ولی هنوز به صورت مستقیم این اثبات نشده بود و نیاز داشت دنیا که صبر کنه تا زمانی که آقای رابرت کخ ظهور کنه و نشون بده که میکروارگانیسم‌ها نقش کلیدی دارن توی بیماری های عفونی یه تئوری بسیار مهمی داره به نام جرم تئوری یا تئوری میکروبی بیماری ها. که به اصول کخ هم معروف است. کخ ابتدا روی سیاه زخم متمرکز بود. سیاه زخم یه بیماری که توسط باسیروس آنتراسیس به وجود میاد و بیماری بسیار مرگباری هم است. کخ فهمید که توی خون تمام گاوهای بیمار باسیروس آنتراسیس دیده میشه. پس احتمالا باسیروس آنتراسیس یک ارتباطی با بیماری سیاه زخم داره. اما این یافته کافی نبود و کخ سعی کرد که بیاد حدسیاتش رو روی حیوانات آزمایشگاهی دیگه هم امتحان کنه. نتایج آزمایش هایی که کرد یه روش استانداردی رو به وجود آورد که حالا جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم که از این روش تا امروز برای مطالعه عوامل ایجاد کننده بیماری های افونی استفاده میشه که این نظریه معروف شده به جرم یا نظریه میکروبی بیماری ها. چیکار کرد؟ کخ متوجه شد که اگه یه قطره خون از موش مبتلا به آنتراکس یا همون سیاه زخم رو به موش سالم تزریق کنیم موش دوم به سرعت بیمار بشه اما این براش کافی نبود بعد میومد یک قطره از خون موش دوم رو میزد به موش سالم دیگه و میدید که باز هم اونم بیمار بشه در محله بعد کخ اومد با سیروس آنتراسیس رو از موش بیمار خالص سازی کرد که این کار بسیار سختی بود خالص سازی در اون زمان کار بسیار سختی بود بعد کشتش داد توی محیط مصنوعی و حالا عامل بیماریزایی رو به صورت خالص داشت و میتونست اثبات کنه که همین عامل به تنهایی عامل بیماریه و بعد این عامل رو به موش سالم تزریق کرد و دید که موش سالم مبتلا به سیاه زخم شد و بر اساس این مشاهدات و آزمایش های دیگه ای که بعدا روی توبرکلوسیز یا سل انجام داد یه سری اصول رو پایه کرد که شدن اصول کخ که از این اصول کخ حتی امروز برای اثبات قطعی رابطه یک بیماری عفونی با عامل زایی که بهش مشکوک شدیم استفاده میشه خب ببینیم اصول کخ اولین اصلش اینه که اون میکروارگانیسمی که بهش مشکوک شدیم که عامل بیماریه باید در تمام کیس های بیماری وجود داشته باشه مثل اینجا ولی در کیس سالم اصلا وجود نداشته باشه در مرحله بعدی باید پاتوژنی که بهش مشکوک شدیم پاتوژن به معنی باکتری بیماریزا یا عامل بیماریزا پاتوژنی که بهش مشکوک شدیم رو جدا کنیم و به صورت خالص کشت بدیم و این پاتوژن نباید از نمونه های افراد سالم جدا بشه در مرحله بعدی اون عامل بیماریزا یا پاتوژن خالص شده باید به فرد سالم یا حیوان آزمایشگاهی سالم تزریق بشه و باید ایجاد بیماری بکنه موجود سالم و در مرحله بعدی باید نمونه گرفته بشه از موجود سالم و دوباره اون پاتوژن توی خون یا توی بافت اون موجودی که بیمارش کردیم مشاهده بشه و بعد دوباره کشت خالص داده بشه بنابراین با این روش متوجه میشیم که قطعا عامل بیماریزایی همون چیزی که بهش مشکوک هستیم یا اون چیز نیست و ابداع این روش توسط آقای کخ منجر شد که درمان و پیشگیری از بیماری های عفونی بسیار بسیار توسعه پیدا بکنه همونطوری که میبینید در سال 1900 نمودارهایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند مرگ و میر در اثر بیماری های عفونی هستند که میبینید در سال 1900 بیماری های عفونی اصلی ترین عامل مرگ و میر بودند آنفولانزا و سین پهلو سل و بیماری های مربوط به روده و معده و حالا بیماری های دیگه مثل دیفتری و امروز این بیماری های عفونی بسیار کم شدند و این به خاطر آقای کخ و کارهایی بود که بعدش انجام شد و امروز دیگه بیماری های عفونی اونقدر باعث مرگ و نمیشن و جای خودشون رو به بیماری مثل سرطان و حمله قلبی و اینها دارن. رابرت کوخ کارهای مهم دیگه ای هم توی میکروبیولوژی کرد. مثلا کشت خالص میکروارگانیسم ها و کمک به تاکسونومی. اصل دوم کوخ رو اگر فراموش نکرده باشید این بود که باید پاتوژن مشکوک به تنهایی خالص سازی میشد و به دور از سایر میکروارگانیسم ها و به این کشت توی میکروبیولوژی کشتی که یک باکتری به تنهایی و به دور از سایر میکروارگانیسم ها کشت داده بشه بهش میگن کشت خالص. کخ و همکارانش برای اینکه بتونن کشت خالص انجام بدن یه سری روش های رو مجبور بودن ابداع کنن چون که روش وجود نداشت اون موقع برای این کار بود. امروز هم از همون روش ها استفاده میشه اول کخ میکروارگانیسم ها رو روی برش های سیب زمینی کشت میداد بعدا اومد از محیط های غنی مایه که به کمک ژلاتین و بعدترها به کمک آگار کاری که ما امروز توی آزمایشگاه میکنیم اینه که محیط رو به کمک آگار جامد میکن. کوخ هم اومد همین کار کرده ابتدا به کمک ژلاتین بعدا به کمک آگار جامد می شدند برای کشت خالص استفاده کرد کوخ و والتر هسه که همکار آقای کوخ بود فهمیدند که بعد از اینکه این باکتری ها رو توی محیط هایی که حالا درست کردند کش میدن و گرمادهی میکنن انکوباسیون انجام می دند توده هایی از باکتری ها ظاهر میشه روی این محیط ها که هر کدوم از این توده ها رنگ خودشونو داره ظاهر خاص خودشونو داره و هر کدوم از این توده ها یک کلونی نامیده میشه الان توی این شکل میبینید هر کدوم از اینا یک سری ظاهر خاص خودشو داره که یک کلونی هست و کخ استدلالش این بود که هر کلونی از یک باکتری به وجود میاد و نمایانگر کشت خالص یه دونه باکتری البته یک کلونی از تعداد زیادی باکتری تشکیل میشه ولی باکتری های شبیه به هم ریچارد پتری که امروز پتری هم به خاطرش خیلی معروفه هست. یک همکار دیگه از کخ بود که در سال 1887 پتری رو ابدا کرد و همینطوری این ابداع روش ها برای کشت خالص و محیط های جامد باعث شد که یک روشی بشه که خیلی سریع شد روش استاندارد برای کشت خالص میکروارگانیسم کوخ چیز دیگه هم توجهش رو جلب کردید که هر کدوم از اون کلونی ها کلونی مشابه به خودش رو به وجود بیاره کاری که امروز هم توی آزمایشگاه میکنیم همینه یک کلونی از باکتری ها رو برمیداریم و به محیط کش جدید منتقل میکنیم و یک عالمه کلونی مشابه همون به وجود میاد. بنابراین وقتی یک کلونی میتونه کلونی مشابه خودش رو به وجود بیاره احتمالا از نظر ژنتیکی خالصه. از طرفی فهمید که کلونی های مختلف از زوایای مختلفی مثل ظاهر، رنگ، اندازه و حتی نیازهای غذایی اینا با هم دیگه متفاوتند. بنابراین به فکر فرو رفت که این تفاوت ها دقیقا شبیه به که برای طبقه موجوداتی مثل گیاها و جانوران استفاده میشه و بنابراین پیشنهاد داد که باید میکروارگانیسم ها رو هم طبقه بندی کنیم مثل کاری که برای جانوران گیاهان میکنیم و بذاریمشون توی رده های مختلفی مثل گونه، سویه یا هر چیز مناسب دیگه و این نگاه بسیار نگاه اساسی بود که میکروبیولوژی رو به عنوان یک علم مستقل و مهم جدا کنه و این نگاه رو کخ منتقل کرد اما کار رابرت کوخ هنوز تمام نشده کار بسیار مهم دیگه که رابرت کخ کرد کار روی سل بود در واقع توبرکلوسیس یا سل تو سال 1881 یک هفتم مرگومیر جهان رو به خودش اختصاص میداد که کخ شروع کرد روش کار کرد باور همه این بود که سل یک بیماری واگیر داره ولی هیچکس نتونسته بود که عامل این بیماری واگیردار رو شناسایی کنه نتونسته بودن توی بافت بیمار عامل بیماری رو شناسایی بکنن نتونسته بودن کشت خالصی ازش تهیه بکنن اما چرا ما امروز جوابشو میدونیم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل بیماری سل یه دیواره ویژه ای داره دیوارش پر از موم و چربیه و به خاطر همین با روش های معمولی که توی آزمایشگاه استفاده میشه رنگ نمیشه از طرفی میدونیم که این باکتری بسیار سخت رشد نیازهای غذایی عجیب غریبی داره و کند رشد میکنه و به خاطر همین بوده که اون موقع نمیتونستن توی بافت بیماری رنگش کنن و ببینندش نمیتونستن کشت خالصی ازش تهیه کنن بنابراین باید, باید یه جوری این دوتا مشکل حل می‌شد که کخ این دوتا مشکل رو حل کنه. برای حل مشکل اول یعنی برای اینکه توی بافت بیمار مشاهده کنم باکتری رو روش رنگامیزی جدیدی ابداع کرد که تونست با این روش رنگامیزی باکتری ها رو توی ریه بیمار اصلا مشاهده کنه و با ها رو به رنگ آبی در آورد و توی فرد مسلول یعنی فردی که سل داره مشاهده کرد و بعد دید که این با های آبی توی بافت های سالم فردی که سل نداره دیده نمیشه مشکل بعدی کوخ این بود که باکتریوم توبرکولوسیس رشد نمیکرد روی محیط معمولی اومد آزمون خطایی پیش رفت و در نهایت سرم اضافه کرد به محیط های جامد و تونست این باکتری رو به صورت خالص کش بده و برای اینکه نهایتا اثبات کنه که این باکتری عامل سله تا با اون اصول کخ یا اصول خودش خوک رو انتخاب کرد و نشون داد که خوکی که سل داره توی ریه خودش حجم زیادی از این باکتری رو داره و بعد مایکو باکتریوم توبرکولوسیس های خالص شده از خوک بیمار در صورتی که تزریق بشن به خوک سالم باعث بیمار شدن این حیوان هم میشه. در نتیجه کخ تونست هر چهار اصل خودش رو در مورد عامل بیماری سل اثبات کنه و به خاطر همین توی سال 1905 جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی رو گرفت به خاطر این اکتشاف بزرگ خودش که تو سال 1882 منتشر کرد. های دیگه ای کخ شامل کشف عامل وبا یا ویبریو کولراست و ابداع تست توبرکولین برای تشخیص سل. تست توبرکولین یه تستیه که تقریبا خیلی سریع سل رو میتونه تشخیص بده. اصر بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم اصر تنوع میکروبیه. وقتی وارد قرن بیستم شدیم علاوه بر اینکه میکروبیولوژیست ها به میکروبیولوژی پایه و پزشکی و متد ها و اینا علاقه داشتن تمرکزشون رو به سمت میکروارگانیسم های آب و خاک هم بردن و به تنوع میکروبی اونجا هم پرداختن و اومدن فعالیت های متابولیکی میکروارگانیسم ها رو توی محیط بررسی کرد دو تا آدم خیلی شاخص توی این اصل وجود داشته مارتینوس بایرینگ و سرگئی وینوگرادسکی اولی آلمانی بوده و دومی روس و دو تا قول توی این دوره بود اما اول بریم سراغ آقای بایرینگ و تکنیک غنی سازی که دستاورد مهم ایشون بود. این آقای بایرینگ هست مارتینوس بایرینگ در واقع استاد گیاه شناسی بوده توی دانشگاه دلف هلند و بزرگترین دستاوردش برای میکروبیولوژی که هنوز هم استفاده میشه تکنیک انریچمنت یا تکنیک قنیسازیه. در واقع تکنیک غنیسازی تکنیکیه که توش ما محیط کشت میکروارگانیسم طوری طراحی میکنیم که فقط از رشد یک گروه از میکروارگانیسم های خاص حمایت میکنه به طور مثال به محیط کشت نیتروژن اضافه نمیکنیم تا میکروارگانیسم هایی که خودشون توان تثبیت نیتروژن رو دارن بتونن رشد کنن یا به طور مثال محیط کشت رو تو دمای 4 درجه سانتیگراد میذاریم انکوبه بشه تا فقط میکروارگانیسم که تو دمای 4 درجه سانتیگراد میتونن رشد کنند رشد کنند بنابراین به طور کلی از تکنیک غنی سازی برای جدا سازی گروه های متابولیکی خاص استفاده میشه. بایرینگ تونست با از تکنیک غنی سازی خودش از تو باکتر کروکوکوم رو که یک باکتری تثبیت کننده هوازی نیتروژن از ها رو جدا کنه. تثبیت نیتروژن خیلی مهمه توی جهان هستی چون که منابع نیتروژنی که موجودات بتونن از اون استفاده کنن بسیار محدوده و این مبحث توی میکروبیولوژی محیطی بررسی شده و بررسی میشه. این یافته های همین آقای مارتینوس بایرینگ که توی جداسازی از دو باکتر کروکوکو بایرینگ با کمک این تکنیکش دیگه تونست خیلی کار رو انجام بده خیلی از باکتری های خاکزی خیلی از باکتری ساکن دریا رو جدا و خالص کرد مثل باکتری های اکسید کننده گوگرد یا باکتری های احیا کننده گوگرد باکتری های تثبیت کننده نیتروژنی که توی ریشه گیاهان ساکن هستند باکتری های لاکتیک اسید که امروز یکی از ترین باکتری ها توی صنعت هستند جلبک های سبز بسیاری از باکتری های بی و خیلی چیز های رو تونست با همین تکنیک خودش جدا کنه کار بسیار مهم دیگه ای که آقای مارتینوس بایرین کرد این بود که داشت روی ویروس که تنباکو مطالعه میکرد و از یه سری فیلترهای خاصی استفاده میکرد که این فیلترها منافذشون کوچیکتر از اون بودن که باکتری بتونه ازشون رد بشه ولی نشون داد که وقتی از این فیلترها استفاده میکنه عامل ایجاد که تنباکو از این فیلتر رد میشه و باعث بیماری میشه و فهمید که این باکتری نیست بنابراین تونست اولین ویروس رو توصیف کنه و اصول پایه‌ای ویروس شناسی رو هم بنیان گذاشت پس این کار مهم دیگه ای بود که آقای بایرینگ انجام داد فرد مهم دیگه آقای سرگی وینوگرادسکیه که توی کمولیتوتروفی و تثبیت نیتروژن حرفای خیلی مهم میزنه وینوگرادسکی مثل بایرینگ به میکروبیولوژی آب و خاک علاقه من و به طور خاصی به باکتریای شکر کننده در چرخه های نیتروژن و چرخه‌ی گوگرد علاقه داشت. اولین بار اومد کمولیتوتروفی رو توصیف کرد. در واقع باکتری هایی خیلی باکتریای مهمی هستند. توی چرخه های بیوژوشیمیایی و در واقع اتوتروف هایی هستند که انرژی مورد نیاز خودشون رو نه از نور بلکه از اکسیداسیون مواد معدنی به دست میاد. کار مهم دیگه ای که کرد این بود که اولین باکتری تثبیت کننده نیتروژن یعنی کلسترودیوم پاستوریانوم رو جدا سازی کرد که بعد بایرینگ هم با استفاده از همین تونس از تو باکتر کورکوکوم رو کشف کرد اما امروزه دوره ژنومیکس و میکروبیولوژی مدرن فرا رسیده و وقتی که علم ژنتیک اومد شاخه جدید تو میکروبیولوژی هم به وجود اومد که ویژگی های ژنتیکی میکروارگانیسم ها رو بررسی میکنه و بعد حالا ژنتیک مولکولی مهندسی ژنومیک ژنومیکس توسعه پیدا کرد که مثلا بقیه رشته ها توی میکروبیولوژی هم انقلاب به پا کرد در واقع مثلا این روزها به جای اینکه ما باکتری ها رو کشت خالص بدیم از تکنیک ژنومیکس استفاده میکنیم به این صورت که نمونه های دی ای رو از محیط جمع میکنیم و بررسی میکنیم و تا متوجه بشیم چه باکتری توی محیط هست. توی این روزها زیرشاخه های اصلی میکروبیولوژی رو میتونیم به دو دسته میکروبیولوژی پایه و میکروبیولوژی کاربردی تقسیم کنیم که توی این اسلاید توضیح داده شده مثلا فیزیولوژی میکروارگانیسم‌ها که به متابولیسم میپردازه ژنتیک میکروارگانیسم‌ها، بیوشیمی میکروارگانیسم‌ها، سیستماتیک میکروارگانیسم‌ها که به دستبندی و کلاسیفیکیشن میکروارگانیسم‌ها ها میپردازه ویروس شناسی زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم‌ها، اکولوژی میکروارگانیسم که به رفتار میکروارگانیسم‌ها توی محیط می و ژنومیکسشون که ما ببینیم حالا با استفاده از سیستماتیک رو انجام بدیم و ببینیم چه باکتری هایی توی محیط هستن و میکروبیولوژی کاربردی هم که شاخه مهمش همون میکروبیولوژی پزشکی یا مدیکال میکروبیولوژی ایمنی شناسی هستش میکروبیولوژی کشاورزی میکروبیولوژی خاک میکروبیولوژی صنعتی بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی آب هستش رفرنس اصلی ما چه این دوره آموزشی کتاب براک هست خب با درس دوم میکروبیولوژی پایه یعنی میکروسکوپ و میکروبیولوژی در خدمتتون هستم. نکته بسیار مهمی که حتما هر میکروبیولوژیستی میدونه اینه که میکروسکوپ مهمترین ابزار یک میکروبیولوژیسته و میکروبیولوژی هم نتونست به عنوان یک علم اونقدر خودش رو نشون بده قبل از اینکه میکروسکوپ ابدا شده بنابراین قبل از اینکه اصلا وارد مبحث ساختار میکروارگانیسم ها بشیم و یک سلول میکروبی رو بررسی کنیم بهتره که با این ابزار بسیار مهم یعنی میکروسکوپ آشنا بشیم چون که هر چیزی که ما تو دستمون داریم راجع به میکروبیولوژی و چیزی که توی دستمون داشتیم پیش از اینکه حالا به ژنتیک و دوره درخشان ژنتیک و مولکولی برسیم همین میکروسکوپ بوده بنابراین بهتره که با این میکروسکوپ آشنا بشیم چون هنوز هم بسیار با اهمیت میکروسکوپ هر میکروسکوپی دو تا ویژگی بسیار مهم داره یکی مگنفیکیشن یا بزرگ نمایی که بزرگ نمایی یک ویژگی که کاملا به لنز بستگی داره و بنابراین محدودیتی نداره و با دستکاری لنز میتونه افزایش پیدا کنه و ویژگی دیگه رزولوشن یا قدرت تفکیکه که در واقع قدرت تفکیک به معنای اینه که این میکروسکوپ چقدر بتونه دو تا چیز کوچیک که به هم دیگه نزدیک هستن رو به صورت جداگانه از هم نشون بده در واقع این قدرت تفکیک یکی از خواص فیزیکی نوره و بنابراین برخلاف بزرگ نمایی که با تغییر لنز میتونه تغییر بکنه این دیگه از یک حدی بیشتر نمیتونه تغییر بکنه و دارای محدودیته تا وقتی که ما از نور استفاده بکنیم این محدودیت هم برامون وجود داره اول این میکروسکوپی که میخوایم دربارش صحبت کنیم میکروسکوپ نوری هست که اصلا میکروسکوپ نوری کمک کرد به کشف ساختار سلولی در واقع توی میکروسکوپ نوری پرتوی نور تابیده میشه به نمونه و همون پرتوی نور بررسی میشه بنابراین از نور مرئی برای نمایش سلول استفاده میشه توی این میکروسکوپ خود میکروسکوپ نوری یک مدل نیست انواع مختلفی داره که شامل میکروسکوپ زمین تاریک، میکروسکوپ فلورسنس، فاز متضاد، زمین روشن یا همین میکروسکوپ های معمولی آزمایشگاه، دیفرانشال، انترفیرنس کانترست و کانفوکال اسکنینگ لیزر میکروسکوپ میشه که راجع به همه اینا ما ایک یکی صحبت خواهیم کرد. اول بریم سراغ میکروسکوپ نوری زمین روشن. این میکروسکوپ با استفاده از اون کانترست یا با استفاده از تضادی که بین نمونه و محیط اطرافش وجود داره نمونه رو نشون وقتی که نور عبور میکنه از یک محلی وقتی از نمونه عبور میکنه جذبش متفاوته نسبت به وقتی که از هوا یا از محیط اطراف عبور میکنه بنابراین یک تضادی ایجاد میشه نکته ای که وجود داره اینه که تضاد باکتری کمه نسبت به محیط یعنی باکتری و محیط تقریبا نور رو مثل هم جذب میکنن بنابراین باکتری ها با میکروسکوپ نوری به خوبی دیده نمیشند بنابراین باید روشی رو ابداع کنیم یا روش های استفاده بشه برای اینکه این, این تضاد یا کنتراست بیشتر بشه یکی از این روش ها رنگامیزیه به خاطر همین همیشه باید رنگامیزی انجام بشه برای مطالعه نمونه ها با میکروسکوپ ولی از اون طرف باکتری های وجود دارند مثل سیانو باکتری ها یا باکتری های ارغوانی باکتری هایی که رنگیزه دارند دیگه اینها رو میتونیم بدون نیاز به رنگامیزی هم با میکروسکوپ نوری مشاهده بکنیم این تصویر یک میکروسکوپ نوریه دیگه دو تا لنز چشمی داره لنزهای شیئی داره که اینا بزرگنماییشون با هم دیگه فرق میکنه یه استیج صفحه‌ای داره کاندنسر داره کاندنسر داره و پیچ هایی داره که برای تنظیم استفاده میشه و یک منبع نوری داره و نمونه هم اینجا قرار می. اما بریم سراغ بزرگنمایی و قدرت تفکیک توی میکروسکوپ نوری ببینید بزرگنمایی توی میکروسکوپ نوری برابر با حاصل ضرب بزرگنمایی لنز های چشمی و لنز های اون میکروسکوپ های نوری که توی میکروبیولوژی استفاده میشن از نظر لنز معمولا لنز های چشمی 10 و 20 استفاده میشه و لنز های شیعی بین 10 تا 100 بنابراین بیشترین بزرگ نمایی که این میکروسکوپ میتونه داشته باشه وقتی که از لنز چشمی 20 و لنز شیعی 100 استفاده بشه که 2000 برابر میتونند یک شیع رو بزرگتر کنند نسبت به اندازه واقعیش. ولی وقتی که ما بزرگ نمایی رو از این دیگه ببریم بالاتر اون موقع قدرت تفکیک یک پارامتر محدود کننده است. ما میتونیم بزرگ نمایی رو هی بیشتر کنیم ولی قدرت تفکیک رو نمیتونیم بیشتر کنیم بنابراین دیگه بیشتر از این با از بزرگ نمایی استفاده نمیشه خود قدرت تفکیک دوباره به دو تا عامل بستگی داره به طول موج بستگی داره که خب طول موج یکی از خواص فیزیکی نوره و دوباره به لنز هم بستگی داره یکی از ویژگی های لنز به نام نیومریکال اپرچر که معیاری برای اندازه گیری میزان جذب نور توسط لنز که به na هم معروف هست و هر چقدر که قدرت بزرگنمایی لنز رو زیاد بکنیم این na هم افزایش پیدا میکنه ببینید برای اینکه ما ببینیم کوچکترین شیعی که میتونیم با یک میکروسکوپ نوری ببینیم با یک لنز ویژه ببینیم قطرش چقدره یه رابطه ای وجود داره یعنی قطر کوچکترین شیعی که میتونه به وسیله یک لنز دیده بشه برابر با یک دوم طول موج و نوری که تابیده میشه تقسیم بر ان بنابراین با توجه به این رابطه قدرت تفکیکمون زمانی ایدئال میشه یعنی زمانی کوچیک میشه که صورت کسرمون کوچیک تر بشه بنابراین نور با طول موج کوتاه استفاده بشه مثلا از نور آبی استفاده بشه که کوتاه ترین طول موج رو داره نسبت به سفید یا قرمز و از اون طرف مخرج که اصرمونم بزرگ بشه که عدد و برامون کوچیک کنه یعنی لنزی استفاده بشه که ان ای بالایی داشته باشه همه اینها رو اگر ما لحاظ بکنیم بیشترین قدرت تفکیکی که یک میکروسکوپ نوری میتونه به ما بده دو دهم میکرومتر دقت باید بشه که وقتی که از لنز صد استفاده میشه پرتوهای نوری پراکنده میشن برای اینکه جذب نور بهتر انجام بشه از روغنی به نام روغن امرسیون یا روغن امرژن بین نمونه و لنز ای روغن ریخته میشه روی نمونه و بعد لنز گذاشته میشه روش این به خاطر اینه که تصویر بهتری بده در واقع نمیذاره که نورهایی که بعدا از نمونه چون که نور از زیر میتابه به نمونه نمیذاره نورهایی که از نمونه میان بیرون زیاد پخش و پلا بشن و تصویر رو بهبود میده خب مشکل دیگه یه که بهش حرف زدیم گفتیم که باکتری ها و محیط تضاد کمی با هم دیگه دارن باید یه جوری این تضاد رو زیاد بکنه رنگامیزی روشی که برای افزایش تضاد توی میکروسکوپ نوری استفاده میشه و باعث میشه که تصاویر بهتری و میکروسکوپ نوری بتونه به ما ارائه بده خود رنگ ها در واقع یک سری مواد عالی و هر کدومشون تمایل دارن که به سری گروه های شیمیایی خاصی توی سلول متصل بشند بیشتر رنگهاییم هم که توی میکروبیولوژی استفاده میشن رنگ های بازی هستند ماهیت قلیایی دارن و بنابراین بار مثبت دارن مثل کریستال ویوله که توی رنگامیزی گرم ازش استفاده میشه مثل خود سافرانین که دوباره توی رنگامیزی گرم استفاده میشه مثل متیلن بلو اینا همش رنگهای بازی هستن خب رنگهای بازی بار مثبت دارن بنابراین طبیعتاً به اجزای از سلول متصل میشن که بار منفی دارن مثل اسیدهای نوکلئیک مثل پلیسا کاریت ها مثل سطح سلول سطح سلول معمولا به خاطر حضور گروه های مثلا فسفات دارای بار منفی هستش بنابراین رنگ های بازی بهشون متصل می شود اما چیزی که خیلی توی میکروبیولوژی معروف رنگ آمیزی گرمه رنگ گرم در واقع یک روشیه که بتونیم میکروارگانیسم ها رو از هم تفریق بدیم از هم تشخیص بدیم در واقع معروفه که میکروارگانیسم رو توی دو تا رده قرار میدن باکتری های گرم مثبت و های گرم منفی این گرم مثبت و گرم منفی به خاطر تفاوت توی ساختار دیواره باکتری هست. ها. باکتری های گرم مثبت دیواره زخیم تری دارند نسبت به باکتری گرم منفی و از اون طرف باکتری های گرم منفی قطر دیوارشون کمه ولی یک قشای خارجی هم داره. به طور کلی رنگ هایی که میتونه میکروارگانیسم های مختلفو به رنگ های مختلفی در بیاره بهشون میگن رنگ های تفریقی چون ما میتونیم میکروارگانیسم ها از هم تفریق بدیم با این روش. رنگ آمیزی گرم یکی از پرکاربوتین و مهمترین روش های رنگ آمیزی تفریقی توی میکروبیولوژی دقت کنید که رنگ گرم رنگ تفریقیه. روش کار به این صورته که اول ما نمونه روی سطح لام تثبیت میکنیم و بعد کریستال ویوله که رنگ بنفشه رو میزنه و سلول ها چه گرم مثبت باشن چه گرم منفی باشن و همون رنگ بنفش در میاد رنگ کریستال ویوله تو مرحله بعدی محلول لوگل اضافه میشه به خاطر اینکه بتونه رنگ رو تثبیت بکنه و سلول ها همون رنگ بنفش خودشون رو حفظ میکنن توی محله بعدی حالا رنگ زدایی انجام میشه رنگ زدایی به کمک الکل انجام میشه و خیلی در مدت زمان کمی هم انجام میشه باکتری های گرم مثبت چون که دیواره زخیم تری دارن تو مرحله رنگ زدایی یا رنگ بری رنگ خودشون رو حفظ میکنن و بنفش میمونن اون کریستال ویولا رو از دست نمیدن ولی باکتری های گرم منفی چون که دیواره خیلی نازکتری دارند رنگ خودشون رو سریعتر از دست میدن و بیرنگ میشند در مرحله بعدی رنگ مخالف اضافه میشه مثلا سافرانین یا فوشین که رنگ قرمز هست اضافه میشه باکتری های گرم مثبت دیگه جا ندارن که رنگ جدید رو بگیرن چون که رنگ قدیمی رو تو خودشون نگه داشتن بنابراین همون بنفش میمونند ولی باکتری های گرم منفی چون که رنگ اول رو از دست دادن یعنی کریستال ویولر رو از دست دادند حالا رنگ دوم یعنی رنگ قرمز رو هم به خودشون میگیرن بنابراین باکتری های گرم منفی در نهایت قرمز میشن و باکتری های گرم مثبت و همون رنگ اولیه یعنی رنگ کریستال ویولا یا بنفش میمونم و این باعث میشه که ما بتونیم باکتری گرم مثبت و گرم منفی رو از هم تفریق بدیم البته تست دقیقی نیست خطاهای زیادی میده به سن باکتری به مرحله ای از منحنی روش که باکتری توش قرار داره بستگی داره ولی به هر حال تستی که بسیار پرکاربرد هر روز توی همه آزمایشگاه ها انجام میشه مخصوصا آزمایشگاه های میکروبیولوژی پزشکی الان این تصویر داره نشون میده باکتری های بنفش باکتری گرم مثبت هستن و باکتری قرمز باکتری های گرم منفی هستن مشکلی که وجود داره اینه که ما وقتی از میکروسکوپ نوری استفاده میکنیم و رنگامیزی رو انجام میدیم که مشکل تضاد رو حل کنیم یه مشکل بزرگتری به وجود میاد سلول ها میمیرند سلول ها در سر رنگامیزی از بین میرند و همچنین چون که ما توی رنگامیزی داریم ماده شیمیایی اضافه میکنیم ممکنه که در طول رنگامیزی سلول ها اون شکل اصلی خودشون رو از دست بدن بنابراین ما یک روش میخوایم که باهاش بتونیم سلول های زنده رو مشاهده کنیم اما واقعا چه راه حلی وجود داره میتونیم از میکروسکوپ فاز متضاد یا میکروسکوپ زمین تاریک استفاده کنیم برای اینکه بتونیم سلول های زنده رو مشاهده کنیم اما میکروسکوپ فاز متضاد یا فیس کانتراست چیه این میکروسکوپ بیشتر برای انجام امور تحقیقاتی یا برای تدریس استفاده میشه برای اینکه وقتی ما میخوایم سلول های زنده رو مشاهده کنیم بعد از این میکروسکوپ استفاده کن. اساس کار میکروسکوپ بر پایه تفاوت توی شکست نوره ببینید وقتی که نور به سلول برخورد میکنه نسبت به وقتی که تو محیط اطراف سلول حرکت میکنه شکست بیشتری داره بنابراین سرعتش بیشتر کاهش پیدا میکنه بنابراین نور عبوری از سلول و نور عبوری از محیط اطراف سلول از نظر فاز با هم متفاوتند توی میکروسکوپ توی لنز چشمیش یه دستگاهی وجود داره به نام فیز رینگ که این تفاوت فاز جزئی رو تشخیص میده، تقویتش میکنه و یک تصویری ایجاد میکنه مثل تصویر زیر. ببینید، یک زمینه روشن وجود داره که تصویر تاریکی توش دیده میشه و این به خاطر اون تفاوت توی فاز. اما میکروسکوپ زمینه تاریک دارک فیلد چیه؟ توی میکروسکوپ نور فقط از کنارها به نمونه میرسه. در نتیجه تصویری که به دست میاد چون نور از کنارها بهش میتابه، به صورت یه نمونه روشنیه توی زمینه تاریک. قدرت تفکیک میکروسکوپ زمین تاریک خیلی خوبه حتی از میکروسکوپ نوری هم بیشتره و بعضی از نمونه هایی که با میکروسکوپ های نوری نمیشه دید و حتی با میکروسکوپ های فاز متضاد نمیشه مشاهدهشون کرد میتونیم به کمک این میکروسکوپ در یعنی میکروسکوپ های زمین تاریک مشاهدهشون کنیم و در واقع میکروسکوپ زمین تاریک یه ابزار مناسبیه برای وقتی که ما بخوایم حرکت میکروارگانیسم ها رو توش مشاهده کنیم حالا این سه تا تصویری که میبینید اولی با میکروسکوپ نوری از یک نمونه گرفته شده دومی میکروسکوپ فاز متضاد و سومی میکروسکوپ دارک فیلد یا میکروسکوپ زمین تاریک هستش نوع دیگه از میکروسکوپ نوری میکروسکوپ فلورسنس هستش میکروسکوپ فلورسنس در واقع از خاصیت فلورسنس استفاده میکنه خاصیت فلورسنس یا ویژگی فلورسنس ویژگی که ماده داره وقتی که یه نور با یک طول موج مشخص به یک ماده که خاصیت فلورسنس داره تابیده میشه اون ماده این نور رو با یک طول موج دیگه ای از خودش ساطع میکنه از این میکروسکوپ فلورسنس برای مشاهده سلول های استفاده میشه که دارای ویژگی فلورسنس هست. مثلا سلول های کلروفیل دار. اما آیا از ویژگی فلورسنس نمیشه برای سلول های استفاده که خودشون فلورسنس ندارند؟ الان شما این تصویر های کنید سمت چپی با میکروسکوپ معمولی گرفته شده تصویر قرمز با میکروسکوپ فلورسنس گرفته شد. اما میتونیم ما از میکروسکوپ فلورسنس استفاده کنیم برای رنگ‌آمیزی سلول‌هایی که اصلا به صورت ذاتی هم فلورسنس نیستند. توی این جور مواقع سلول ها رو با رنگ های فلورسنس رنگ آمیزی می کنیم مثل داپی که یک رنگ فلورسنس خیلی هم پرکاربرده و به DNA سلول متصل میشه و به رنگ آبی درش میاد که از این رنگ برای موارد مختلفی مثلا توی اکولوژی میشه ازش استفاده کرد برای اینکه ما بتونیم سلول ها رو رنگ کنیم و سلول ها رو بشمریم توی محیط های طبیعی شد مثل آب و خاک که مثلا توی کلینیک توی موارد تشخیصی ازش استفاده کنیم این از رنگ داپی استفاده شده با میکروسکوپ فلورسنس تصویر گرفته شده برای باکتری ها مشکل دیگه ای که وجود داره اینه که تا حالا هر تصویری که ما داشتیم تصویر دو بعدی بود اما تصویر سه بعدی چه از سلول بگی آیا از میکروسکوپ الکترونی استفاده کنیم یا میکروسکوپ نوری استفاده کنیم چجوری یه تصویر سه بعدی از سلول به دست بیاری؟ یکی از میکروسکوپ های نوری دیفرنشیال اینترفرنس کنتراست میکروسکوپ هستش دی آی سی در واقع نوعی از میکروسکوپ نوریه که توی کاندنسرش یک پولاریزه کننده نور وجود داره نور رو پولاریزه میکنه این نور پولاریزه شده از یک منشور رد میشه و خودش میشه دو تا پرتو نور این دو تا پرتو بعد از اینکه از نمونه عبور میکنن وارد لنز چشمی میشن و اونجا به همدیگه دیگه میپیوندن چون که از بخش های مختلفی عبور کردن که ضریب شکست متفاوتی داره در نتیجه این دو تا پرتوی نور فاز کاملا یکسانی هم ندارند و با همدیگه تداخل میکنند که این اتفاق باعث بهبود تصویر میکروسکوپ میشه از DIC میتونیم مثلا استفاده کنیم برای اینکه هسته سلول یوکاریوتی رو ببینیم. اینجا هسته سلول یوکاریوت با DIC داره تصویر برداری میشه. یا مثلا اجزای سلول های باکتری ها مثل اندوسپور، واکوئل، اسام ذخیره ای رو به صورت سه بعدی مشاهده کنیم. یا اجزای از سلول باکتری رو ببینیم که با میکروسکوپ نوری معمولی قابل مشاهده نیستند. ولی دیگه اینجا نیازی به رنگ‌آمیزی هم نیست چون که این خودش تکنیکی استفاده میکنه که تضاد رو بهتر میکنه و میتونیم بدون نیاز به رنگ‌آمیزی این اجزا رو ببینیم. روش دیگه کانفوکال اسکنینگ لیزر میکروسکوپی هستش ببینید توی میکروسکوپ CSLM در واقع یک میکروسکوپ فلورسنت استفاده میشه که به یک کامپیوتر وصل شده و لیزر بهش اضافه شده. این لیزر باعث میشه که تصویر سبودی به ما بده این میکروسکوپ و به کاربر امکان میده که صفحات تمرکز بیشتری رو ببینه یعنی چی صفحات تمرکز ببینید شما وقتی با میکروسکوپ نوری کار میکنید همیشه باید حواستون جمع باشه که نمونه رو به صورت نازک تهیه کنید یعنی نمونه ای که دارید پخش میکنید روی لام تا حد امکان نازک بشه تا باکتری ها روی هم نیفتند و چند صفحه تشکیل ندن ولی خب همیشه این مشکل وجود داره و طبیعتا نمیشه فقط کاری کرد که یک لایه از باکتری روی لام قرار بگیره توی سی با کمک این میکروسکوپ که با کامپیوتر وصل شده ما میتونیم کاوش کنیم توی صفحات تمرکز مختلفی که روی هم افتاده یعنی نمونه ای که تهیه کردیم لایه های باکتری هایی که روی هم افتاده رو میتونیم با این میکروسکوپ بررسی کنیم یکی یکی این لایه ها رو الان بیشتر متوجه میشیم در ادامه ببینید توی میکروسکوپ پرتو لیزر که دقتش هم بسیار است، هر بار روی یکی از لایه های نمونه متمرکز میشه مثلا شما فرض کنید که ده تا لایه از باکتری روی هم دیگه قرار گرفته هر بار پرتو لیزر روی یکی از این لایه ها متمرکز میشه تمرکز روی یکی از این لایه ها باعث میشه که سایر پرتوهای پراکنده دیگه حذف بشه در نتیجه هر بار که ما میکروسکوپ رو تنظیم میکنیم فقط یک صفحه تمرکز یا یه دونه لایه از اون نمونه رو مشاهده میکنیم به هر حال سی یک میکروسکوپ نوری باعث شده قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری از دو دهم میکرومتر برسه به یک دهم میکرومتر که این خیلی عدد بزرگیه و خیلی تونسته کار رو بهتر بکنه کاربردهاش چیه مثلا وقتی ما داریم از نمونه های قطور استفاده میکنیم مثل بایوفیلم و باکتری یعنی صفحات باکتری که روی همدیگه قرار گرفتن و چسبناک شدن ما ما فقط اگر میکروسکوپ نوری استفاده کنیم میتونیم لایه سطحی رو ببینیم ولی وقتی سی استفاده کنیم میتونیم تمام لایه ها رو ببینیم چون که میتونیم بین صفحات تمرکزی جابجا جا بشیم و به طور تخصصی از این میکروسکوپ برای بررسی میکرو های استفاده میشه